سلام علی شیرازی هستم امروز سه شنبه 22 بهمن و این برنامه بررسی روزنامه هاست همونطور که میدونید امروز به علت تعطیلی روزنامه به تعطیلی روزنامه ها منتشر نشد به همین دلیل امروز نگاهی خواهیم داشت به چند مطلب تنز از روزنامه های روزهای گذشته که به علت محدودیت زمان برنامه امکان مرور آنها فراهم نشد آیدینا سری در نامه ای به کاربیلد وزیر خارجه سوئد در روزنامه قانون با عنوان عهدنامه استولکولم را به خاطر آور نوشته سلام کار چشمم روشن اینها چیه که من میبینم حالا دیگه با رسانه های بیگانه مصاحبه میکنی تو همون نبودی که آماده بودی اینجا میگفتی من برنامه صبح خیر ایران رو با هیچی عوض نمیکنم تو همون نبودی که میگفتی تا صدای هرمز شجای مهر رو در حالی که میگوید در راه که به استودیو میآمدم نشنوم خوابم نمیبره من میترسم تحت تاثیر القاعات قرار فردا ببینمت که در جنگل های سوئد فریاد میزنی اینجا استکهلم من وزیر خارجه کشور سوئدم سالوم دوست دارم آقای وزیر خارجه تو در آن مصاحبه کذایی گفته ای فیلترینگ در ایران نوعی ریاکاری است ابزارهای مختلف برای دور زدن فیلترینگ در اختیار همه هست و این خودش فیلترینگ را مزهکتر می کند. آقای کار، نمک می خوری و نمکدان می شکنی. یادت نیست اینجا آمده بودی تمام بدنت درد گرفته بود می لرزیدی و می گفتی جون مادرت وی پی این برستون می خوام انترکشن های توییترم رو چک کنم؟ آیا درست است من اینجا دست به افشاگری بزنم؟ بگم توافق کردیم که سوئد یک سال انحصار بهره برداری از جنگل‌هایش و علاوه کل سهام شرکت اریکسون را به ایران واگذار کند و در عوض ایران هم متعهد شود اکانت وی پی یک ماهه را با نصف قیمت در اختیار مقامات سوئدی قرار دهد تازه زلاتان ابراهامیویچ را هم میخواستی به عنوان اشانتیون تقدیم کنید که ما قبول نکردیم به فیلترینگ ما میگویی ریاکارانه ما ریاکاریم یا مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب که با آزاد گذاشتن شبکه های اجتماعی مطبوعات، انتخابات و هزار کوفت و زهرمار دیگر که بنابر بیانات ارزشمند دکتر کوچکزاده مردشور همهشان را ببرد میخواهند وانمود کنند که در کشورهایشان آزادی دارند در حالی که همه میدانند اینطور نیست و سال هاست مردان و پسرانشان یک صدا فریاد میزنند وی باند عبدالسامد خرم آبادی هی He ایز هیرو وی نید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه زنها هم دوشادوش مردان و پسران آرام و به طوری که موجب تزلزل قلوب مردان نشوند فریاد میزنند با یک گل بهار نمیشه و به این ترتیب تمایل خود را برای گلواران شدن توسط شاهران خود نشان میدهند یکی از این تظاهر کنندگان با ماریا شارپا به خبرنگار ما میگوید من دیگر نمیخواهم مثل کالایی در دست غرب باشم از اینکه مثل ماست هراز روی بیلبورد ها نمایش داده میشوم ناراحتم برای همین در قراردادهایم هم تاکید می کنم که دیگر خودم در تصاویر بیلبردها ها حاضر نمی شوم و شوهر و فرزندان بیشمارم روی دوچرخه باید در معرض دید و عموم قرار بگیرند تا به این ترتیب فرهنگ سازی هم بشود خبرنگار واحد مرکزی خبر سیاری نجات قرب امیدوارم آقای کارل بیت اینها را ببینید و فریادهای محدودیت خواهانه مردم را بشنوید و دست از توهین بردارید بالاخره ایشان دوباره گذرش به ایران میافتد کاری نکند تا در سفر دیگر با در اختیار گذاشتن اولترا سوف آپدیت 2008 به جای وی بار دیگر اقتدار خود را به سوئد و سوئدی نشان دهیم محمد حسین روانبخش در مطلبی با عنوان بینندگان جان و داستان‌های صدا و سیما در روزنامه مردم سالاری نوشته بهار و تابستون بینندگان جان بینندگان جان هر شبکه تلویزیون داخلی را که نگاه می‌کردند با تبلیغ کرم حلزون روبرو می‌شدند و به خرید و استفاده از این کرم معجزه‌آسا تشویق می‌شدند در آن روزها نتایج بررسی وزارت بهداشت نشان می‌داد که کرم محترم حلزون اصلا ربطی به حلزون‌های بدبخت ندارد بهداشتی نیست و مجوز تولید هم ندارد و در همین راستا همه منتظر بودند که تبلیغ این کالای مورد علاقه رسانه خیلی, خیلی ملی متوقف شود و لاقل جلوی میلیارد ها تومان پولی که از جیب مردم رفته گرفته شود اما از این خبرها نبود وقتی کار بالا گرفت و همه فهمیدند که چه کلاه گشادی سر مردم ارجمندی رفته که فریب آگهی های کرم حلزون را خورده بودند برادر عزت زرقامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در شرایطی که واحد تولید کرم حلزون پلم شده و غیرقانونی بودن فعالیت آن اثبات شده چرا همچنان تبلیغات آن از طریق تلویزیون پخش می شود گفت دستگاه های بهداشتی و نظارتی در مراحل تبلیغات ما حضور دارند و اگر سوالی هست از آنها بپرسید پاییز و زمستان بینندگان جان در پربیننده ترین ساعت و در شبکه اول سیما هر شب چشمشان به جمال استودیوی اختصاصی و تبلیغات طولانی هواپیمایی قشم روشن می شد. دقیقا در همان زمان خیلی ها می که چرا برادر بزه همان بابک زنجانی سابق رئیس محترم این هواپیمایی دارد راست راست راه می رود و دستگیر نمی شود البته دستگیر نشدن این برادر بنا به ملاحظاتی بود ولی رسانه خیلی ملی که می توانست دست از تبلیغ هواپیمایی این برادر بکشد و نمک به زخم مردم نپاشد اما چنین نشد و معلوم هم بود که ریاست این سازمان نمیتواند در این خصوص دخالتی بکند تبلیغ تقلی... هواپیمای قشم ادامه یافت تا برادر بیزه یا همان بابک زنجانی سابق به زندان تشریف بردن. اما این روزها رسانه خیلی ملی مدتی سبتکار جدیدی به خرج داده و داره دارو تبلیغ میکنه تا جای خالی کرم حلزون و هواپیمای برادر بابک زنجانی پر بشه. دیروز وزارت بهداشت گفت تبلیغات دارو که اخیرا مواردی از آن در صدا و سیما مشاهده شده خلاف قانون است و البته گاهی برخی مسئولان جرأت نمی کنند با این تخلفات برخورد قضایی کنند البته امیدوارم کسی نخواهد که برادر عزت زرقامی رئیس رسانه خیلی ملی در این خصوص تصمیمی بگیرد یا نامه‌ای به جایی بنویسد و درخواست تعیین تکلیف کند نخیر این مورد هم مثل موارد دیگر آنقدر اهمیت ندارد که برادر زرقامی برادر زرقامی دخالت کند ایشان کارهای واجبتری دارند که وقت نمی کنند به اینجور این جور موارد برسن مثلا اینکه مجری گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم چه کسی باشد خیلی خیلی مهمتر از این حرف و باید در آن خصوص پافشاری کرد و نامه نوشت و تصمیم گرفت تا خدای نکرده در این مورد آسیبی به بینندگان جان وارد نشود مهرداد نعیمی هم در مطلبی با عنوان ما برای سبدش آمده بودیم در روزنامه قانون نوشته این چند روز درباره سبد کالا زیاد خواندیم و شنیدیم اما جا دارد دیدگاه یکی از حاضرین در ماجرا هم ماجرا را هم بخوانیم خانمی به نام مرجان دیشب دیر وقت بود که همه کارها رو کرده بودم تا برم بخوابم که که اینه ها این فیلم ترسناک ها دیدم آقامون روی تخت بیدار نشسته خوف کردیم آخه همیشه مثل جنازه می آمد و درجا بیهوش می شد تا خود صبح فکر کردیم نکنه فردا تعطیل و میخواد کارهای فوق برنامهش رو انجام بده اما نه بچه ها میگفتن فردا امتحان دارند و داشتن برای تصادف کردن معلم دعا میخواندن پس خدایا قضیه چی میتونه باشه نکنه همسایه ها پشت سرمون حرفی زدن با ت پرسیدم چیزی شده آقا هادی گفت دارم به این فکر میکنم که چرا به کد ملی تو سبد کالا تعلق گرفته اما به کد ملی من نه قلبم را بد جوری شکستی غمگینم مانند پیرمردی که آخرین سبد بازگشته از تعاونی سبدش نیست راستش را بگو چیزی هست که از من مخفی کردی یا خدا این حرکت از دولت تدبیر امید بعید بود مانده بودم چطوری آرامش کنم گفتم آقا جان چه خفایی سبد کالا تو حلقم اگر دروغ بگم عوض این کارها بگو به سلامتی آن خانمی که به شوهرش سبد کالا تعلق نگرفت اما هنوز ولش نکرده در فلاکت ما که تردیدی نیست تو بگو کجاها پول مول قایم کردی کلک آقا عادی دست و پایش رو جمع کرد و گفت حالا حرف نزن گوش کن ببین چی میگم یعنی گوش بده بر هر چی کاپشن و پولیور داریم بردار بیار بپوشیم چون از الان باید بریم صف بیسی. نگاهی اشغولیوار و حادی کردم و از پشت صحنه به خانم میگن خانم اگه میشه خاطراتتون رو نگه دارین واسه یه وقت دیگه ما فقط میخواستیم از فضای صفها برامون بگیم مرجان خانم آها واقعا عذر میخوام واقعا عذر میخوام آقای کارگردان راستش صفها که چیز نوعی نداشت از همانها که در اتوبوس و مترو میبینید فقط یه کمی شیر تو شیرتر از همان صف... ساعتهای اول یک چیزی طویلی بود که آدم یاد شبهای گلوبندک میافتاد از آنها که کلی کشته مرده دارن خدا گواه اگه فرداش تعطیل بود نمیرفتم تا صبح توی اون وضعیت قرمز بمانم باز قربان همون یارانه برم که حداقل صفهای مثبت 18 سالش کشته مرده کمتر داد این پسر اشرف خانوم هم ماشاءالله ماشاءالله جغله برای خودش مردی شده آن وسط تا میتونست حل میداد خواستم برم گوشش رو بگیرم بیارم پیش خودم نصیحتش کنم نمیدونم این فشفشه به کی رفته که از پشت صحنه دوباره میگن نه خیر از شما حرف حساب در نمیاد اون پروژکتورها رو خاموش کنید بچه مرجان خانم صبر کنید هنوز میخواستم از این بگم که سبد به ما ندادن هادی گول زد گفت سبد های صورتی رنگ خوشگلی میدن که قابلیت استفاده به جای کلیپس رو هم داره خدا به سر شاده ما اصلا برای سبدش آمده بودیم رفتید هستید بگم کوری عالمی هم در یک گزارش زننده از کشتی رو در روزنامه شرق به چاپ رسونده به این شهر علی رضا رضایی کشتیگیر با سابقه در سمت توشک دیده میشه سمت راست توشک کسی نیست حالا یقه کی رو بگیریم رضایی با نگاه نافذ و اطراف چشم دوخته و فریاد میزنه نفس کش نفس کش اما نفس کسی در نمیاد رضایی این قهرمان کشتی با دو بنده رنگ به رنگ از دوشک خارج میشه و به سمت جایگاه خبرنگاران میره خبرنگارا براش هورا میکشند که یک لحظه بعد از دست رضایی هوار میکشن علی رضایی رزا دستش رو میبره بالا تا نه نه چه میبینم دستش رو برده بالا و میخواد یک سیلی قایم به گوش خبرنگار روزنامه گل بنوازد که موفق نیست خبرنگار روزنامه گل که قبلا به شیوه سخنگویی و ادبیات رضایی در روزنامه انتقاد کرده باید به صورت آماده و ورزیده وارد دوشک میشد اما او خبرنگار است و لاجون دماغش را بگیری نفسش در میره حالا قافلگیر شده و بدون دو بنده و لباس ورزشی با یک جلیقه از این زپرتی ها بر تن سعی میکنه با یک لید و مقاله جو جواب رضایی رو با فن دختربار سابق و افلاک پیش رو بده اما رضایی چابکتر از این حرف جا جاخالی میده و با فن سگک پدر خبرنگار رو در میاره رضایی ولکن ماجرا نیست. خبرنگار تلاش میکنه یه خم بگیره اما رضایی خبرنگار بدبخت رو بزکش میکنه. خبرنگار بسکش شده دستش به جای بند نیست انجمن سنفی روزنامه نگاران نداره برای همین با یک تیتر سعی میکنه تلافی کنه رضایی را دست کم نگیرید بسیار چست و چابک سیلی محکمی به گوش خبرنگار مینوازه ضربه فنی ضربه فنی درود بر این پهلوان درود بر رضایی حالا دست رضایی را به عنوان پهلوان پنبه بالا میبرد اما کمر کشتی خم میشود بیانیه خدا را صد هزار مرتبه شکر که مسئولان و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور که در مطبوعات نقد می شوند به فنون کشتی آشنا نیستند وگرنه معلوم نبود چی می توصیه ایمنی پوشیدن جلیقه ضد گلوله، داشتن کلاه کاسکت برای جلوگیری از سیلی و بستن بعضی چیزها برای خبرنگاران. نتیجه کلی، خبرنگاران و روزنامه نگاران کتک خورشان ملس است. این بود ویژه برنامه بررسی روزنامه های امروز امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه همونطور که میدونید برای دیدن این برنامه و همچنین آرشیو بررسی روزنامه میتونید به صفحه فیسبوک این برنامه با آدرس facebook.com مرور مطبوعات سری بزنید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون را هم در مورد این برنامه در همین صفحه با ما در میون بذارید. تا فردا ایام به کام شب روزتان خوش.